ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد یک بار دیگر نسبت به نقض حقوق بشر در ایران توسط رژیم آخوندی ابراز نگرانی کرد احمدچایی در این سخنرانی با یادآوری اینکه رژیم آخوندی به او اجازه بازدید از ایران را نداده است تاکید کرد اعدام و سنگسار قطع اعضای بدن، صدور حکم اعدام علیه نوجوانان زیر 18 سال، شکنجه و بدرفتاری علیه زندانیان و تبعیض علیه ملیت و اقلیت های مذهبی در ایران همچنان ادامه دارد. وی در این سخنرانی دستگیری و سرکوب دراویش توسط رژیم آخوندی را محکوم و نگرانی خود را از عملکرد سرکوبگرانی دستگاه غذایی رژیم ابراز کرد. پاستار اسماعیل اسماعیل زاده جانشین سرکرده انتظامی در آذربایجان شرقی در وحشت از اعتراضات جوانان در چهارشنبه سوری گفت نیروی انتظامی با کسانی که بخواهند هنجار شکنی کنند و در نظم و آسایش اخلال ایجاد کنند برابر قانون برخورد خواهد کرد و یفسود به دنبال این هستیم که چهارشنبه آخر سال را با کمترین حوادث سپری کنیم در این حال پاستار رادان جانشین سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی ادعا کرد چهارشنبه آخر سال کوچه محور است و خط قرمز ایجاد تنش در معابر و میادین اصلی است. دور دوم و دور دوم گفتگوهای رژیم آخوندی و کشورهای پنج به یک برای رسیدن به توافق جامع روز سهشنبه در وین آغاز می شود. این گفتگوها قرار است به مدت دو روز در وین برگزار شود. کاترنشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ظریف وزیر امور خارجه رژیم قرار است با هم دیدار کنند و پیرامون نتایج مذاکرات کارشناسی درباره موضوعات غنیسازی و راکتور عراق گفتگو کنند. با این حال وزیر خارجه آخوندها پیشا پیش ناامیدی خود را از این دور مذاکرات ابراز داشت و گفت این دور از مذاکرات در مقایسه با دور قبلی شامل بحث های جدیتر و ریزتر است و طبیعی است که هرچه مذاکرات جلو رود موضوعات دقیقتر تر و دشوارتر خواهد بود ما توقع توافق در این دوره از مذاکرات را نداریم از سوی دیگر در آستانه دور تازه این مذاکرات دویستن از نمایندگان مجلس ارتجا با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند که مذاکره کنندگان از طرح موضوعاتی مثل توان دفاعی و موشکی رژیم خودداری کنند و همچنین تن به هیچ گونه محدودیتی درباره تأسیسات آب سنگین عراق و غنیسازی اورانیوم ندهند. با احضار دو هیئت از وزارت های کابینه آخون روحانی صحنه جدیدی از جنگ گرک در مجلس آخوندی آغاز شد روز یک شنبه دو هیئت از وزارت بدنام اطلاعات آخوندی و وزارت خارجه آخون روحانی برای پاسخگویی به سفر اشتون و دیدارهایش در سفارت اتریش به مجلس ارتجا احضار شدند یکی از اعضای کمیسیون امنیت مجلس رژیم در این باره گفت در این جلسه وزارت امور خارجه مباحثی را مطرح کرد که نمایندگان نسبت به توضیحاتی که در جلسه کمیسیون داده شد قانع نشدند. به دنبال این موضوع مجلس ارتجا دستور تشکیل یک کمیته حقیقتیاب برای بررسی این موضوع را داد. آخوند روحلاه حسینیان نماینده باند خامنه ای در مجلس ارتجا در مصاحبه ای گفت پیشنویس طرح استیزاه وزیر علوم در یازده محور تهیه شده که در سال آینده برای براه انداختن این استیزاه امضا جمع آوری می شود. به گفته آخون روح الله حسینیان یکی از مهمترین موضوعات استیزاه وزیر علوم حاکم کردن نیروهای فتنگر در آموزش عالی است.